خب یه سری از این پیشکسوتا کارشناسای فوتبال خورده گرفته بودن به همین دعوت های شجاعی. من فکر کنم تو همین شبکه سری توی برنامه بودش که اتفاقا حمایت کردم از مسعود شجاعی، امثال مسعود شجاعی، که اینا میتونن یه الگویی باشن واسه ببخشید بین حرفتون ما داریم تصاویر اخراجش هم میبینیم. البته این صحنه من فکر کنم داور یه کمی میتونست مثلا کارت نده، چون یه کارت هم داشت، چون پاشو جمع کرد. میبینین؟ ببین من بحثم یه ذره بزرگ نمایی کردش، ولی چیزی که با همه احترام به مسعود شجاعی، وقتی بازیکنی که کارت زرد گرفته باید خیلی مراقب باشه. الان ما هیچ جوری نمیتونیم بگیم که داور اشتباه کرده. اشتباه اصلی از آقای مسعود شجاعی بوده. هم همون ما قبل از این بازی، نه تنها خودم، حالا من مصاحبهم هست، نه تنها من، چند تا بازیکن بزرگ فوتبال مثل آقای همین کریم باقری امثال اینا مصاحبه کردن که این بازی جنبه روانی هم داره. خب با توجه به حساسیتی که از گذشته بوده و اختلافات سیاسی که بودش، خب این بازی جنبه روانی داشت. دیدین که شما بعد از بازی هم چه جوری داشتن خوشحالی می‌کردن. و خب مسعود شجاعی که با این همه قدمت بالاخره سابقه، توقع ازش همین بودش که خب یک کمی سعی صدرش بیشتر باشه، یک کمی بتونه مدیریت بازی رو داشته باشه و خب بتونه کنترل کنه تیمو. به نظر من حالا مسعود اومد عذرخواهی کرد، بالاخره چیزی از ارزشش کم نمیشه، ولی به نظر من این بازی نتونست، نه خودش تا حدی هم تیمو کنترل کنه. و خب میگم وقتی همچین بازی بحثت روانی هم داره، من فکر کنم یه یار که کمتر میشه، یه یارم که کاپیتان تیم ملی باشه، اون قطعا یه فشار روانی به تیم خودی وارد میکنه، یه انگیزه، یه وافر هم واسه تیم حریف به وجود میاره. سابقهش هم داشته تو بازی بودش. بله ایران کره هم دقیقاً یادم مقدماتی 2014 که شانس آوردیم واقعا. یه تشکر کنیم از جواد نکونام، اون گل رو نمیزد ما اصلا جام جهانی 2014 هم نمیرفتیم.